شیرها، سگها، گربه ها و تمام پستانداران دیگه میتونن به راحتی بخوابن، اما نهنگا نه. اونا شبیه به نونای فانتزی غول‌پیکری هن که تو دریا شناورن. این صحنه بود که یک غواص در دریای کارائیب به طور تصادفی باهاش روبرو شد. چند نهنگ تو عمق 20 متری از سطح زمین ایستاده بودن و دمشون به سمت پایین بود. دانشمندان تونستن کشف کنن که نهنگ‌های انبر وقتی که میخوان بخوابن 10 تا 15 دقیقه توی این وضعیت میمونن و در این مدت نه حرکت میکنن و نه حتی نفس میکشن. اما این موجودات بسیار کمتر از سایر پستانداران میخوابن. اونا فقط 7% از زمانشون رو در خواب میگذرونن. معمولاً یا با آرامش در آب استراحت میکنن یا به آرومی در کنار موجودات دریایی دیگه شنا میکنن و همزمان با شنا کردن چرت هم میزنن. در این ویدیو از پاراگراف در مورد زندگی حیوانات دریایی و دانستنی هاش صحبت میکنیم. نهنگا نمیتونن زیاد توی عمق دریا شنا کنن چون کوسه های سفید بزرگ توی عمقن و به همین خاطر بیشتر نهنگا در نزدیکی سطح آب میمونن. همونجا هم میتونن با خیال راحت چرت بزنن. به علاوه در عمق بیشتر دمای آب کمتر میشه و این نهنگا برای اینکه بتونن دمای بدن بزرگشون رو حفظ کنن به گرمای بیشتری نیاز دارن. و اما دلفینا، اونا وقتی که تنها باشن وارد مرحله عمیق خواب میشن که معمولا هم شبها اتفاق میفته و چند ساعت هم بیشتر طول نمیکشه. دلفینا در حالی که روی سطح آب شناورن به خواب میرن و نیمی از مغزشون رو همزمان با بستن یک چشم خاموش میکنن. نیمه دیگه مغز با سطح هوشیاری پایینی بیدار میمونه تا به محض نزدیک شدن خطر بتونه واکنش نشون بده. همچنین وقتی که دلفین نیاز داره برای تنفس هوای تازه به سطح آب بره، بخش بیدار مغز به اون این فرمان رو میده. پستانداران دریایی سوراخی رو در پوستشون دارن که هر زمان که بخوان میتونن اونو باز و بسته کنن و از طریق اون نفس بکشن. انسان‌ها به طور خودکار نفس میکشن. یعنی بدن ما وقتی که حتی توی خوابیم میدونه باید چه کار کنه. اما نهنگا و دلفین‌ها یک سیستم تنفسی داوطلبانه دارن، یعنی باید آگاهانه به سطح آب برن تا کمی هوا دریافت کنن. به همین دلیل هم بخشی از مغز نهنگا و دلفین‌ها همیشه بیداره تا زمان تنفس کردن رو به اونا اطلاع بده. این حیوانات نسبت به گونه‌های دیگه میتونن نفسشون رو برای مدت طولانی‌تری حبس کنن. همچنین تحمل بیشتری نسبت به کربن دی اکسید دارن و میتونن هوای بیشتری رو جذب کنن. گلبول‌های قرمز خون اونا اکسیژن بیشتری رو هم ذخیره میکنه. خون نهنگا و دلفینا فقط به قسمت‌هایی از بدن میره که به اکسیژن نیاز دارن. مثلا یک نهنگ برای شنا کردن به مغز، قلب، باله‌ها و برخی از ماهیچه‌ها نیاز داره. پس وقتی که داره شنا میکنه فقط همین اعضا از بدنن که اکسیژن، گوارش و سایر عملکردها رو دریافت میکنن. دلفینا بعد از اینکه به دنیا میان یاد میگیرن یک صدای سوت منحصر به فرد از خودشون تولید کنن که به دلفینای دیگه کمک میکنه تا اونا رو شناسایی کنن. این سوت‌های خاص در واقع مثل اسم برای هر دلفینه و هر دلفین با شنیدن اسم خودش واکنش نشون میده. اینجا صدف‌ها رو داریم. کمتر کسی توی دنیا میدونه که صدف‌ها پا دارن. به نظر میرسه که یه چیزی مثل زبان بین پوسته‌های صدف قرار گرفته که گاهی از اونا بیرون میزنه. اما در واقع این پای اوناست که برای حفر کردن شن و داخل رفتن استفاده میکنن. نهنگ آبی بزرگترین حیوان زنده در حال حاضره. این موجود حتی از اکثر دایناسورهای ما قبل تاریخ هم بزرگتره. طول اونا میتونه تا بیش از 30 متر رشد کنه و وزن اونا هم تقریبا 200 تنه، یعنی معادل 50 فیل بالغ. زبان یک نهنگ آبی به تنهایی میتونه بیشتر از یک فیل وزن داشته باشه. چنین موجود غول‌پیکری مطمئناً به غذای زیادی برای خوردن نیاز داره. نهنگ آبی فقط 500,000 کالری رو در یک لقمه‌اش میخوره. قلب نهنگ‌های آبی به اندازه یک ماشین کوچیکه و 590 کیلوگرم وزن داره. ضربان قلب نهنگ برای اینکه بتونه خون رو توی کل بدن بزرگش پمپاژ کنه اونقدر قویه که از فاصله 3 کیلومتری هم شنیده میشه. قلب نهنگ فقط 8 تا 10 بار در دقیقه میتپه. این غول آبی یکی از پرسر و صدا ترین موجودات تو جهانه. صدای اون میتونه به بلندی یک هواپیمای جت باشه و تا 180 دسیبل بالا میره. تقریبا 95% از بدن یک عروس دریایی از آب تشکیل شده
که در مقایسه با انسان که 60% از بدنشو آب تشکیل میده خیلی بیشتره. احتمالاً اونقدر تعجب نکنین اگر بشنوین یک عروس دریایی خون، چشم یا مغز نداره. اون 5% دیگه‌ای که از آب تشکیل نشده ماهیچه‌ها و سلولای عصبیشن. بیشتر از 500 میلیون ساله که روی زمین وجود داره، یعنی حتی قبل از دایناسورها هم بوده. این موجودات در اثر تکامل تغییر چندانی نکردن و یک عروس دریایی امروزی تقریباً شبیه به اجدادشه. عروس دریایی تو اقیانوسا زندگی میکنه، اما در سال 1991 بیشتر از 2000 پولیپ عروس دریایی به فضا برده شد. دانشمندا میخواستن که واکنش اونا رو توی محیط بدون گرانش بررسی کنن. اونا تو فضا تولید مثل کردن و 60000 پولیپ جدید به وجود آوردن. اما متاسفانه این پولیپ ها بعد از بازگشت به زمین نتونستن به طور طبیعی رشد و زندگی کنن. یک گونه از عروس دریایی وجود داره که عمرش جاودانه است و میتونه برای همیشه زندگی کنه. وقتی که این جانور بزرگ شد به کف دریا میره تا دوباره به پولیپ تبدیل بشه و از اون پولیپ یک عروس دریایی جدید با همون ژنتیک به وجود بیاد. هر سال در زمستان کوسه های سفید بزرگی که در امتداد خط ساحلی کالیفرنیا زندگی میکنن ناپدید میشن و 30 تا 40 روز انگار به تعطیلات میرن. اونا به محلی بین هاوایی و مکزیک سفر میکنن. برخی از انواع کوسه ها مثل کوسه سفید میکرز یا خود کوسه سفید به روشی خیلی خاص نفس میکشن. اونا باید دائما با سرعت و دهان باز شنا کنن تا از این طریق اکسیژن وارد بدنشون بشه و به آبشوشاشون برسه. منتیز که به گاوهای دریایی معروفن نسبت دوری با فیلها دارن. وزن اونا به 450 کیلوگرم هم میرسه. این موجودات گیاهخوارن و باید روزانه حدود 10% از وزنشون رو غذا بخورن. منتیز میتونه در کنار تمساح‌ها زندگی کنه و به خوبی هم با هم کنار میان. اسفنج‌های دریایی از ابتدایی ترین موجودات روی زمینن. اونا دهن، چشم، استخون، مغز، قلب، ریه یا هیچ عضو دیگه ندارن. حتی حرکت هم نمی کنن، اما همچنان زندن. مارماهی های برقی چشم های کوچیکی دارن و در محیط های بدون نور نمیتونن به خوبی ببینن. بنابراین اونا بیشتر به اندام های الکتریکیشون متکی هن. بدنشون از 6000 سلول تشکیل شده که برای اونا حکم باتری رو داره. این موجودات توی سلولاشون برق رو ذخیره می کنن. میتونن الکتریسیته کافی برای روشن کردن یک پنل لامپ رو هم تولید کنن. چیزی شبیه به یک اسب شاخدار توی دریا وجود داره که بهش ناروال میگن. شاخ اون در واقع دندونیه که میتونه تا 3 متر رشد کنه. کوسه های گرینلند تا 500 سال عمر میکنن. این کوسه تقریبا طولانی ترین عمر رو در بین مهرداران داره. نهنگای انبر موجوداتی اجتماعی هن. اونا همراه با خانواده هاشون زندگی میکنن و از نهنگای دیگه حمایت میکنن. حتی دوستای صمیمی دارن که اگر برای مدت طولانی همدیگر رو ندیده باشن بازم به خوبی اونا رو به یاد میارن. یک نوع ماهی کماندار استوایی وجود داره که میتونه یاد بگیره چهره انسانها رو از هم تشخیص بده. این ماهی توانایی جالبی در بیرون ریختن فواره های کوچیک آب از دهنش داره. محققان طی آزمایشی تصویر 2 چهره مختلف رو به ماهی نشون دادن که یکی از اون چهره ها آشنا و اون یکی دیگه ناشناس بود. این ماهی در 80% موارد تونست به سمت تصویر آشنا از دهانش آب پرتاب کنه. خرچنگ ها با دستاشون غذا نمیخورن. اونا از پاهاشون استفاده میکنن، جایی که بخش های چشاییشون قرار گرفته. لوله ماهی های شبحی موجوداتی هن که به سختی میتونین یکی از اونا رو ببینین، اما وقتی چشمتون بهش بیفته حسابی شگفت زده میشین. سر اونا بیش از 40% از بدنشون رو تشکیل میده. لاک‌پشت‌های سبز میتونن بیشتر از 2000 کیلومتر رو طی کنن. موقع مهاجرت سعی میکنن بهترین مکان رو برای تخم‌گذاری پیدا کنن. بیش از 5 میلیون سال پیش کرم‌های اعماق دریا و انسان‌ها اجداد مشترکی داشتن. هنوزم 70% از ژن‌های ما با این موجودات و ستاره‌های دریایی و ماهی مرکب و اختاپوس مشترکه. اقیانوس بیش از 70% سیاره ما رو پوشش داده، ولی هنوز 80% از اونها ناشناخته باقی مونده. بیش از 1 میلیون گونه هم از انواع جانور در این اقیانوس‌ها زندگی می‌کنه. اگر دوست داریم بدونین چرا با وجود اهمیت اقیانوس‌ها ما تا الان هنوز اقیانوس‌هامون رو کاوش نکردیم، قبلاً یک ویدیو در کانال عامل ناشناخته در این رابطه ساختیم. لینکش رو در توضیحات پایین ویدیو قرار میدم. اون رو هم دوست داشتین ببینین. امیدوارم از تماشای این ویدیو لذت برده باشید. به امید دیدار در ویدیوی بعد.